چگونه آثار هنری خودمون رو با قیمت‌های بالا بتونیم بفروشیم؟ چه پلتفرم‌هایی به جز اوپنسی برای خرید و فروش NFT مناسب هستن؟ با ما همراه باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال خودتون، کانال پرژن کریپتو. من محمد هستم، خوشحالم که امروز با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم در مورد اینکه چجوری آثار هنری خودمون رو با قیمت مناسبی در پلتفرم ها بفروشیم. خب همونجوری که میدونید یکی از بزرگترین پلتفرم های خرید و فروش NFT اوپنسی هستش. اوپنسی بر روی بستر اتریوم و پالیگان هستش، یعنی هم با اتریوم هم پالیگان، بستگی داره که اون NFT روی کدوم اینها تعریف بشه. اما اوپنسی برای خرید و فروش یک مشکل کوچیک هم داره. شما علاوه بر اینکه NFT تون رو میتونید توی اونجا ببرید، NFT تون رو میتونید شبکه سولانو هم ببرید. توی اونجا شما باید فی بسیار زیادی بدید، رقابت خیلی زیادی هست. اما اگر در سولانا هم بیارید NFT های خودتون رو مینت بکنید و در معرض فروش بذارید، خیلی ارزشمند هست. سولانا آرت و آلفا آرت دو تا پلتفرمی هستن که معروفن برای خرید و فروش NFT ها برای شبکه سولانا. شما برای اینکه وارد اینها بشید نیاز دارید که با کیف پول سولانایی وارد بشید، یعنی متامسک و غیره نمیتونید شما باهاش کار بکنید. یا فانتوم باید داشته باشید یا اسلوب داشته باشید، که من برای هر دوی اینها ویدیو ساختم و میتونید در ویدیوهای صفحه یوتیوب هم مشاهدهشون بکنید. خب من بدون فوت وقت میرم رو خود شبکه سولانارت ببینیم که چه شکلی هستش. پس بیاین با من رو اسکرین. خب دوستان من اومدم روی صفحه سولانارت، آدرسش هم که میبینید solanart.io هستش. تا واردش میشید اگه که کیفول فانتوم یا کیفول هایی که ساپورت میکنه رو داشته باشید ازتون یک پسورد میخواد. شما اگه کیفول فانتوم یا اسلوب فایننس رو نساختید به ویدیو قبلی رجوع بکنید و یک فانتوم یا اسلوب بسازید. من خب فانتوم رو دارم، واردش میشم، میبینید که کیفول من وصل شد، موجودیش رو صفر نمایش میده و این هم صفحه اصلی هستش. خب میبینید دیسکاور کنید، کالکس بکنید و NFT ها رو ترید بکنید. شما میتونید آثار هنریتون اینجا بذارید اگه هنرمندید. اگر که میخواین خرید و فروش بکنید و سود بگیرید از NFT میتونید این کار رو بکنید. میبینید که اسنوب داگ هم به زودی در سولانا آرت میاد. این اسنوب داگ عجب آدمیه و خوب جاهایی همیشه میره. و این هم یک سری کالکشن ها هستش. میبینید که 1700 تا فروش روزانه دارن از NFT. 519,000 تا NFT کلن فروختن تا حالا. 4370 حجم سول روزانه است. 4000 تا سول روزانه خرید و فروش میشه، تو این حجمش جابجا میشه و 4 میلیون سول هم حجم کلیش بوده تا حالا. اینجا کالکشن های برتر هستش، یکیش آوروری هستش که یک بازی خیلی خفن هستش، حتما یه ویدیو براتون میسازم. اینجا هم نیو کالکشنز، اینجا کامینگ سون هستن. ببینید خیلی از کالکشن هایی که میخوان بیان رو سولانارت باید تاییدیه سولانارت رو بگیرن. من خودم برای مثال یک NFT خریده بودم، اسمش بلوکاست بود. یک NFT خریده بودم که مال کالکشن بلوکاست بود و من این رو توی از کجا خریدم؟ از ریدیوم خریدم. ریدیوم یه قسمت داره دراب زون که میاد کالکشن های مطرحی که درخواست میذارن توش رو میاره اونجا میفروشه و خیلی قیمتشون میره بالا. حتما شانس خودتون امتحان بکنید، در موردش یه ویدیو هم ساختم میتونید ببینید، توی صفحه یوتیوب هم هست ویدیوی آموزش ریدیو. من اون رو خریده بودم. اون NFT از بدشانسی من به یه مشکل کوچیک خورده بود، البته من ترش با سود خوب فروختمش. یه مشکل کوچیک خورده بود این بود که روی شبکه آرویو که میدونید فضای ذخیره سازی NFT هاست، آپلود به صورت کامل نمیشد. نمیدونم مشکل از خودشون بود یا آرویو، ولی به هر حال یکم براشون مشکل پیش اومده بود و اینها درخواست داده بودن به سولانارت تا سولانارت تاییدشون بکنه. یعنی که توی کانال دیسکوردشون من دیدم که نوشته بود که ما درخواست دادیم به سولانارت، هنوز تایید نشده، ولی آلفا آرت راحت تر تایید شد. پس شما یعنی فکر نکنید که نشد هستش، شدن هستش، ولی باید درخواست بدید. ولی حداقلش اینه که به قیمت بالا میفروشید آثار هنریتون رو، یا اگه تریدر هستید میتونید اینجا با اختلاف قیمت های خیلی بالا خرید و فروش بکنید. خب اینجا توی کامینگ سوناش ببینید این اسنوب داگه خیلی خبر مهمیه که داره میاد داخلش و اینجا هم نوشته ولتتون رو کانکت بکنید، NFT بخرید و NFT هاتون رو بفروشید. اینجا هم رسانه هاش هستش. خب
ما اینجا ولتمون وصل شد، اینجا اکانت هیستوری هستش که ما این اکانت هیستوریم صفره، به خاطر اینکه روی سولانار تسلی خودم نیوردم، این مرورگرش مرورگر آموزشیمه. اینجا ولتتونه، خب ولت من هیچی نداره و اینجا براتون این قسمت آن لیستت براتون NFT هایی رو میاره که شما هنوز لیست نکردید توی اینجا. برای مثال من 4 5 تا NFT تو قسمت کالکتیبلز فانتوم هم دارم، تو این قسمت آن لیست نشون میده. اینجا آدرس من هستش و میگه که فی که باید بدی 3%. یعنی شما میای اثر هنری رو مثلا 10 سول میفروشی، باید 1/3 سولش رو بیاین به عنوان کارمز به شبکه سولانارت بدید. اوکی، پس این نکته مهمیه، یه چند بار ازتون فی میگیره ولی میارزه. آن سیل یعنی اون چیزی که لیست کردید گذاشتید فروش بره، اون چیزی که لیست کردید گذاشتید الان فروش بره. و مای آفرز، آفرهایی که شما برای بقیه آثار هنری گذاشتید، دقیقا مثل اوپن سی ویدیوش رو براتون درست کردم و آفرهایی که برای شما اومدن گذاشتن. خب این قسمت هلپشه که آموزش میده، سوالات متداول رو میاد جواب میده. حالا نمیخوام اینا رو وارد بشیم، خیلی طول میکشه. استات یعنی که استاتیکس، آمار روزانه، استاتیکس فور کالکشن. میبینید که گلوبال مارکت کپ 1% رفته بالا، ترید این 7 روزش 20% رفته بالا و قیمت سول هم 2% رفته بالا. خب اینجا میبینید که کالکشن ها بر اساس استاتیکسش هست. ببین 10,000 تا مثلا داره که 35 سول کف قیمتیش هستش. شادو سوپر کودر و آروری و تایگبرز. تایگبرز هم خیلی پروژه مطرحیه. برای مثال تایگبرز رو اول من مثال بزنم براتون. ما اصلا میخوایم وارد کالکشن میشیم، چجوری باهاش برخورد بکنیم؟ ببینید اینجا میگه که از 3333 تا تایگبرز تولید شده که 105 تاش اینجا برای فروش لیست شده. یعنی بقیهش یا دست افراده خواستن نگه دارن برای آینده، یا اینکه بردن تو پلتفرم های دیگه سولانا دارن خرید و فروش میکنن. این رو بعد مقایسه با آلفا آرت بهتون میگم. اینجا 105 تاش لیست شده، 90 تا آنر داره. اینم این رقم با این رقم فرق میکنه، تعجب نکنید. ممکنه یه نفر 5 تا دونه از این تاگ ورزا داشته باشه. کف قیمت 37 سول هستش و والیوم تریدش 59 هزار تا سولانا بوده. اینجا هم میبینید که خرید و فروش های اخیر، برای مثال این از این آدرس فروخته شده به این آدرس 6 ساعت پیش به قیمت 36 سول. این NFT. این هم پرایس هیستوری هستش که اومده همین خرید و فروش ها بر اساس دیلی، بر اساس راندمانش اومده دسته‌بندی کرده. The best price history. قیمتش فکر میکنم بر اساس همون قیمت های خرید و فروش اوریج روزانش بشه. خب ببینید این قسمت میگه که فیلتر بکنید اون چیزی که میخواین، برای خیلی مهمه اون شکلی که دوست دارن رو اصلا بگیرن. ببینید از کف قیمت مثلا میخوام بگم از کف یه سول تا قیمت 80 سول به من بگو. خب حالا من اون یه سولی که زدم غیر منطقیه، چون فلور پرایسمون 37 سوله. مثلا اینجوری مرتب میکنید، اپلای میکنید، میگه که نوعش چی باشه، به مثلا نرمال باشه، زامبی باشه، آلین باشه، بک‌گراندش چه جوری باشه، خیلی جالبه. بعد اینکه رنگ گردنش چه شکلی باشه، سایه ها چه جوری باشه، اسموکینگ باشه نباشه، این شکلی. شما میایین فیلتر میکنید تا انتخاب بکنید. اینجا میبینید پرایس از لو تو هایه، ببینیم های تو لوش، این رو میخواد 90 سول بفروشه. اینجا هم میتونید به شکل دیگه مرتب بکنید لیستد ها، شما لیستد رو نداره. شما لیستد یعنی همش رو نشون بده که این همش رو نداره. خب این هم از این قسمت. حالا بریم برای مثال آروری ببینیم. من خودم برام جالبه نیومدم توش. NFT های آروری هستش که اومده گذاشته برای فروش. یک بازی خیلی خفن هستش که انشالله براتون توضیح میدم، حتما یه ویدیو براش میسازم. و چه جالب که کف قیمتیش توی اینجا 18 و 25 سال هستش، بازم گرونه خیلی. ببینید بیت گذاشته 13.5، اینجا میای آفر میذارید. مثلا فرض بکنید که من این رو میخوام بخرم. خب ببینید میگه که این آدرس دارنده این NFT هستش و توکن هاشو میتونید توی سولانا اکسپلورر ببینید. ببینید بک گراندش، اسکینش، کلوفش، نکلس، موف، اینا ویژگی ها و همه چیزش رو، پرریتیش رو اومده گفته 75%، 88%، 36%، 100%. و خیلی جالبه اینم قیمتش 18 و 25. یک نفر آفر براش گذاشته، میگه آخرین آفری که براش گذاشتن ساعت 22 ساعت پیش بوده.
این هم میبینید که 18.25 هستش قیمتش و آفر فعلیش 13.5 سول بوده. یعنی این آدرس براش گفته من 13.5 سول میخرم. ما هم میتونیم میک آفر بکنیم، ما هم اینجا میتونیم خرید بکنیم. ببینیم میک آفر هم که میخواییم بکنید باید از 50% قیمت بالاتر باشه. مثلا من اگه بزنم 3 و میک آفر بکنم بهم گیر میده فکر میکنم. بله باید بیشتر از اون نصفه باشه. یعنی مثلا 18 ساله من باید بالای 9 سال آفر بذارم. خودش گذاشته که به قیمت های مفت خرید و فروش نشه. خب اینم کریئتر رو با اطلاعات دیگرش، و اگه بخوام بای بکنم به کیف پولم وصل میشه و میگه که باید 18 و 25 سال حداقل تو کیف پولت باشه تا بتونی بای نو رو بزنی. یعنی اصلا الیجیبل باشی تا بتونی بخری یا نخری. خب اینم از این. اینم تاگ برزم براتون توضیح دادم. آروری رو خیلی دوستش دارم. کم نگاش بکنم. خیلی جالبه. خب بریم سراغ پلتفرم بعدیمون. آلفارت. من چیز دیگه نمیدونم که اینجا بخوام بگم. آلفارت هم زیاد خدمتتون توضیح نمیدم. به خاطر اینکه عین سولانارته. خیلی فرق نمیکنه. فقط یه چیزی رو خیلی دوست دارم بهتون بگم. یک مقایسه داشته باشید. ببینید این آلفارت هستش. این هم یک پلتفرم خرید و فروش هستش. خودش یک ولتتون رو کانکت بکنید و ما کانکت میکنیم. اون به خاطر سولانا آورد، اینجا هم کانکت میشه. این سایت آلفا آرت هستش و این یه مارکت پلیس برای NFTه. اپکامین کالکشنش رو میبینید و این هم کالکشن های جدیدش. دیجی دینوس هم داره معروف میشه. خب اینجا برای خرید و فروش NFT هم خیلی سایت خوبیه. من خودم یه NFT هم اینجا فروختم، خیلی بهتر از سولانارت. اصلا سولانارت فروش نمیرفت، آوردم اینجا و قیمت خوبی هم فروش رفت. خب این هم کالکشن هاش هستش، همه کالکشن هاشو اینجا آورده. شما برای مثال یه کالکشن لیست میکنید. من برای مثال میخوام همون تاگ بردز رو در اینجا با اینجا مقایسه کنم که چرا اینکه پلتفرم مختلف رو بشناسیم مهمه. ببین اینجا 105 تاش لیست شده. اینجا همونطور که می‌بینی 3100 تا آیتمه و 2200 نفر اونر کلیشن. حالا ننوشته چند تا اینجا لیسته. ببین آها اینجا رو نگاه کن، اینجا 11 تا دونه لیسته، اینجا 105 تا دونه لیسته. خب اینجا فلور پرایسش 40 هستش، اینجا 37 هستش، اینجا 162,000 تا سول والیو میشه، اینجا 59,000 تا سول. یعنی که اینجا خرید و فروش بیشتری شده، خیلی هم اومدن برداشتنش. ولی به هر حال حالا این زیاد اختلافی نداره. بعضی پروژه هست شما زمین تا آسمونی اختلاف میبینید. با همین مارکت پلیس های مختلف سر بزنید و بهترین گزینه رو انتخاب بکنید. همیشه اینجوری بهتر هستش. آلفارت هم دقیقا مثل همونه، میبینید دیگه همون گزینه ها رو داره، همون شکل شمالی داره و میتونید خرید و فروش بکنید. این رو بهتون گفتم که در نظر داشته باشید، همیشه مقایسه بکنید اگه میخواید خرید و فروش کالکشن بکنید. خب من نکته دیگه نمیبینم بخوام بهتون بگم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی دارید از ما بپرسید توی کامنت، ما سعی میکنیم خدمتتون جواب بدیم اگه سوالش داشته باشیم. و اینکه دمتون گرم که همراه ما بودید. لطفا ما رو سابسکرایب بکنید و از ما حمایت بکنید تا انگیزه بشه برای ما تا ویدیوهای بیشتری براتون بسازیم. دم شما گرم. خدا نگهدار.